دقت کردید تو این فیلم ها نشون میده که یه گروهی کفتار به یه شیر زخمی وقتی حمله میکنند یه جمع بزرگی باید باشن که این شیره رو بتونن از پا در بیارن. هی میرن جلو تلاش میکنن از پاش در میارن و او همچنان سر پاست. من این صحنه ترور شهید فخری زاده رو که دیدم این صحنه جلو چشمم آمد که یه ابر انسان که سالها تلاش کرده مثل مرد وایستده کار کرده وقتی میخوان از پاش در بیارن با همه لشکریانشون باید بیان. این یعنی یک نفر عمری که کرده یک عمر بوده، یک عمر به معنای واقعی کلمه، یک مدیریت بوده به معنای واقعی کلمه که برای اینکه حذفش کنن چاره‌ای ندارن جز اینکه پاشن بیان و او رو اینطور از پا در بیارن. از همه زوایا میشه به این ماجرا نگاه کردیم. شب هم میخوایم درباره صحبت بکنیم. حتما انتقادها هست، حتما بحثای عقلانی درباره این ماجرا هست. اما یک نکته بسیار مهمه. این یه ترازه. همه ما خودمون رو بسنجیم ببینیم وقتی سر اون جامون، سر اون پستمون، سر اون صندلیمون هستیم، بود و نبودمون اصلا فرقی میکنه؟ جدا این که اگر کسی بخواد ما را حذف کنه باید تلاشی بکنه، اون به کنار، اصلا کلن این که در رأس یک مدیریت هستیم یا نباشیم تفاوتی دارد یا نه؟ هممون بیایم یک بار این سوال رو از خودمون بپرسیم. اگر واقعا بود و نبودمون فرقی نمیکنه، تلاش برای نگه داشتن صندلی نکنیم. هر آنچه اتفاق خوب در این ایران افتاده، در این مملکت افتاده، حاصل عزم جزم، اراده قوی و تلاش کسانی بوده که هیچ وقت نمیشد اونها رو از اون جاشون جدا کرد، چون جدا شدنشون ناگهان یک حفره خالی ایجاد میکنه و زیر این نظام اداری ما که هزاران اشکال هم برش هست، اینها هستند که روی دوششون ایران رو نگه داشتن.